درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. نخستین مناظره میان دونالد ترامپ و کامالا هاریس، دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. مسعود پزشکیان در اولین سفر خارجی خود همراه با پیام علی خامنه‌ای که در یک لوح عربی گنجانده شده بود به عراق رفت. پدری بلوچ در واکنش به ثبت نام نشدن فرزندش در مدرسه ای واقع در مهشهر زاهدان اقدام به خودسوزی کرد. احمد زیدآبادی تحلیلگر سیاسی و از چهره‌های حامی مسعود پزشکیان از دریافت احضاریه دادسرای رسانه به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. در هفتمین روز از اعتصاب کارگران لاستیک بارز کرمان چند کارگر بازداشت شدند. پری صابری کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران درگذشت و آتن با سرمایه گذاری 250,000 یورویی اقامت 5 ساله می‌دهد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 11 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 21 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. نخستین مناظره میان دونالد ترامپ و کامالا هاریس، دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شهر فیلادلفیا، ایالت پنسیلوانیا، با حملات متقابل دو نامزد به یکدیگر برگزار شد. دونالد ترامپ در جریان مناظره بارها به مسئله بحران مهاجرت به عنوان کلید اصلی مشکلات کشور اشاره کرد و کامالا هاریس و دولت جو بایدن را به ناکارآمدی در مدیریت این بحران متهم ساخت. ترامپ چندین بار در این مناظره و در پاسخ به پرسش‌های مختلف تاکید کرد که خارجی‌های خلافکار به آمریکا هجوم آورده و ضمن ایجاد مشکلات امنیتی باعث کمبود موقعیت‌های شغلی در این کشور شدند و همچنین راه حل بسیاری از مشکلات امروز کشور را ایجاد دیوار برای ممانعت از ورود خارجی‌های به گفته او جنایتکار و تبهکار خواند. در مقابل خانم هاریس در طول این مناظره از رای دهندگان آمریکایی خواست تا اجازه ندهند بار دیگر به گذشته برگردند و جنجال‌هایی که مردم از آن خسته هستند تکرار شود. در مسئله حق سقط جنین هم در حالی که کامالا هاریس از لزوم تدوین قوانینی در سطح ملی برای حق سقط جنین زنان سخن می‌گفت، آقای ترامپ تاکید کرد که این ایالت‌ها هستند که باید هر کدام بر اساس صلاح دید خود در این رابطه قانون گذاری کنند. دو طرف برنامه‌های اقتصادی یکدیگر را هم به چالش کشیدند. دونالد ترامپ هاریس را متهم کرد که همچون پدرش یک مارکسیست است و با سیاست‌های اقتصادیش مردم آمریکا را فقیرتر خواهد کرد. در مقابل معاون جو بایدن مدعی شد که ترامپ و سیاست‌های اقتصادی او تنها به سود ثروتمندان و به ضرر طبقه متوسط است. در سیاست خارجی دونالد ترامپ خانم هاریس را متهم کرد که از اسرائیل متنفر است و در صورتی که او به پیروزی برسد این کشور طی 2 سال نابود خواهد شد. ترامپ همچنین با بیان این ادعا که هاریس از مردم عرب هم متنفر است اضافه کرد که با ریاست جمهوری احتمالی هاریس اوضاع در خاورمیانه از این هم بدتر خواهد شد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر صحبت‌های خود در قبال ایران را تکرار و تاکید کرد که تهران در زمان ریاست جمهوری او هیچ پولی برای حمایت از تروریست‌ها نداشته و در صورتی که او همچنان در کاخ سفید حضور داشت، حماس هرگز نمی‌توانست به اسرائیل حمله کند. در پاسخ کامالا هاریس تاکید کرد که ترامپ دروغ می‌گوید و او همیشه بر حمایت از اسرائیل معتقد و متحد بوده است. در بخش دیگری مربوط به سیاست خارجی، کامالا هاریس اشاره کرد که رهبران جهان به ترامپ می‌خندیدند و از کنار رفتن او از قدرت خوشحال شدند. وی همچنین ترامپ را فردی عاشق دیکتاتورها خواند که همگی از بازگشت او به کاخ سفید استقبال خواهند کرد. در مقابل ترامپ پاسخ داد که ویکتور اورمان نخست وزیر مجارستان بارها از او تقدیر کرده و ترامپ را به عنوان یک رهبر قدرتمند و توانمند مورد تحسین قرار داده است. در خصوص
روسیه خانم هریس تاکید کرد که ایالات متحده اتحادی تاریخی در ناتو علیه تهاجم پوتین به اوکراین ایجاد کرده و به نفع منافع آمریکاست که روسیه در این جنگ شکست بخورد. در مقابل ترامپ تاکید کرد که منافع آمریکا این است که این جنگ هر چه سریعتر پایان یابد. دونالد ترامپ در جریان این مناظره تلاش می‌کرد که هریس را امتداد دولت جو بایدن معرفی کند و او را مسئول مشکلات کانونی در کشور بنامد. ترامپ همچنین بر مسئله مهاجران غیر قانونی تمرکز ویژه‌ای داشت و تقریباً در پاسخ به تمامی پرسش‌ها گریزی به این مسئله می‌زد. مناظره دونالد ترامپ و کاملا هریس واکنش‌های متفاوت و متنوع به دنبال داشت. ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس که هوادار ترامپ است، گفت هریس فراتر از انتظار بیشتر مردم ظاهر شد. تیلر سویفت، خواننده سرشناس، اعلام کرد که به هریس رأی می‌دهد. مسعود پزشکیان در اولین سفر خارجی خود به عراق رفت. این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که یک رئیس دولت این حکومت به شهر بصره و نیز اقلیم کردستان سفر می کند. قرار بود که رئیسی به عنوان رئیس دولت 13 این سفر را انجام بدهد که در پی مرگ او پزشکیان راهی عراق شد. در این سفر پزشکیان یک لوحه حاوی پیام رهبر جمهوری اسلامی را به محمد شیع السلطانی نخست وزیر عراق تقدیم کرد. در این لوح که به زبان عربی نوشته شده، خامنه ای از عراقی ها بابت پذیرایی از شرکت کنندگان در راهپیمایی 40 تشکر کرده است. در نشست خبری مشترک پزشکیان با السودانی که بعد از ظهر روز 21 شهریور ماه برگزار شد، پزشکیان با اشاره به استفاده از فرصت‌های همکاری بین دو کشور گفت در این زمینه نیازمند اجرای توافقات امنیتی بین دو کشور هستیم تا با تروریست ها و دشمنان مقابله کنیم، همان کسانی که ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره انداختند. پزشکیان با اشاره به درگیری های گروه های فلسطینی و ارتش اسرائیل بعد از حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل گفت هر فلسطینی که دنبال دفاع از خود باشد را تروریست می نامند. این ادبیات جدیدی است که کسانی که به دنبال دفاع از خود باشند را تروریست می نامند. السودانی هم ضمن اشاره به کمک جمهوری اسلامی برای تأمین گاز عراق گفت از جمهوری اسلامی تشکر میکنیم که در خرید گاز از ترکمنستان به ما کمک کرد. با وجود تحریم‌های موجود برادران ایرانی به ما کمک گسترده‌ای کردند. السودانی خاطر نشان کرد که هیچ کس حق ندارد از خاک عراق برای حمله به ایران استفاده کند. مقامات امنیتی عراق گفتند که در محلی در محدوده فرودگاه بغداد که مورد استفاده نظامیان آمریکایی مستقر در عراق است، شامگاه سه‌شنبه 20 شهریور ماه یک انفجار رخ داده است. صدای انفجار در ساعت 11 شب در فرودگاه در بخشی که مشاوران ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از آن استفاده می‌کنند شنیده شد. سفارت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که انفجار شب گذشته در فرودگاه بغداد حمله‌ای به یک مجتمع دیپلماتیک آمریکا بوده که هیچ تلفات جانی نداشته است. این حمله چند ساعت قبل از ورود مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، به بغداد برای یک سفر 3 روزه صورت گرفت. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی در دومین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی و عاملان جنایت علیه مردم همچنان به شکل نظام‌مندی از مجازات مسئول هستند. دایانا تهابی از مدیران این سازمان خواستار آغاز تحقیقات کیفری دولت‌های دیگر درباره این جنایت شد. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه گزارشی منتشر و تاکید کرد که مردم سراسر ایران طی این اعتراضات دهه‌ها سرکوب و تبعیض جنسیتی را به چالش کشیدند. بر اساس این گزارش، هیچ تحقیقات کیفری مؤثر، بی‌طرفانه و مستقلی در مورد جنایات و نقص‌های جدی حقوق بشری که از سوی مقامات حکومتی حین و بعد از خیزش انقلابی رخ داد انجام نشده است. برندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. همزمان با افزایش فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی در پی ارسال موشک‌های بالستیک به مسکو، دبیر شورای امنیت روسیه روز سه‌شنبه از امضای معاهده دو جانبه جدید بین جمهوری اسلامی و روسیه در آینده نزدیک خبر داد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از سرگئی شوگو نوشت که روسیه تقریباً مراحل لازم برای امضای یک معاهده دو جانبه جدید با جمهوری اسلامی را تکمیل کرده که بعد از طی رویه‌های داخلی و تهیه اسناد به امضای رؤسای جمهوری دو کشور خواهد رسید. پدری بلوچ روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه در واکنش به ثبت نام نشدن فرزندش در مدرسه واقع در مهشهر زاهدان اقدام به خودسوزی کرد. ساعتی بعد از انتشار این خبر، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت این موضوع را نفی نمی کنیم که ممکن است در مدرسه ای برخورد خوبی صورت نگیرد. این مقام دولتی ادعا کرد که این موارد در واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایان رسیدگی می شود. به گزارش هالبش، این پدر بعد از چندین بار مراجعه به مدرسه محل سکونتش با مخالفت مکرر و بدون دلیل مسئولان مدرسه برای پذیرش فرزندش روبرو شد. به دنبال آن برای پیگیری و اعتراض به اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرد و درخواست ملاقات با مدیر کل آموزش و پرورش استان را داشت. به گفته منابع آگاه، این پدر بلوچ بعد از تلاش‌های ناموفق برای ملاقات با مدیر کل و عدم دریافت پاسخ، در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش بنزین روی خود ریخت و قصد خودسوزی داشت، اما با واکنش سریع و به موقع حاضران در محل از وقوع این خودسوزی جلوگیری شد. با وجود اعلام رفع ممنوع خروجی مریم مقدم و بهتاش سنایی ها، زوج سینماگر در ایران، خانم مقدم با انتشار تصویری از رسید توقیف گذرنامه‌اش از ممنوعیت مجدد خروج خود و همسرش از کشور برای سفر به سوئد خبر داد. خانم مقدم همچنین گفت که تازه یک هفته بود که مقامات جمهوری اسلامی پاسپورت آنها را پس داده بودند و توقیف مجدد گذرنامه‌هایشان بعد از صرف هزینه‌هایی از جمله تهیه بلیط و پرداخت عوارض خروج از کشور صورت گرفته است. مریم مقدم همچنین خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی گفت بر هر ایرانی هوشمندی واضح است که همراهان شما همراهان این ملت نیستند. یاران اصولگرایتان لااقل ادعایی جز آنچه هستند را ندارند و اهل تظاهر به چیز بهتری نیستند. شما نه تنها جامعه را رو به رشد و اصلاح نمیبرید، بلکه آن را در مرداب دروغ غرق میکنید. مریم مقدم فیلمنامه نویس و کارگردان سینمای ایران است که به دلیل ساخت و نمایش فیلم مستقل کیک محبوب من به همراه همسرش بهتاش سنایی ها توسط مقامات جمهوری اسلامی با منع خروج از کشور مواجه شدند. منابع صنفی و کارگری روز چهارشنبه گزارش دادند که اعتصاب کارگران شرکت لاستیک بارز در استان کرمان وارد هفتمین روز خود شد. در این حال خبرگزاری کار ایران به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که شماری از کارگران معترض بازداشت شدند و در حالی که دست کم 3 از این افراد همچنان در بازداشت هستند، مدیران کارخانه پاسخ تماس خبرنگار ایلنا را ندادند.
اعتصاب شماره قابل توجهی از کارکنان صنایع لاستیک بارز کرمان از صبح پنجشنبه آغاز شده و منابع صنفی گزارش دادند که تا یه هفت روز گذشته تمام خطوط تولید این کارخانه در هر سه نوبت کاری تعطیل بوده است. کارگران اعتصاب کننده خواهان حذف کسورات بیمه از مزد، افزایش و منظم شدن پرداخت پاداش تولید و رسیدگی به وضعیت معیشتی خود هستند. از سوی دیگر راننده های تاکسی های برقی در تهران اعتصاب کردند و گروهی از جوانان اهل خوزستان در اعتراض به استخدام نشدن در شرکت نفت مارون تجمع کردند. احمد زیدآبادی تحلیلگر سیاسی و از چهره‌های حامی مسعود پزشکیان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری از دریافت احضاریه داستانی رسانه به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. مناظره احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق و مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه به دلیل اشاره به خشونت‌ها علیه معترضان سال 1388 که بعد از اعلام نتیجه انتخابات و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور کشور را صحنه اعتراضات کرد، بازتاب گسترده یافت. در این مناظره که توسط مؤسسه حرف نو برگزار شد، زیدآبادی از شکنجه های روحی خود و برخی از زندانیان دیگر آن سال از جمله محمد علی ابتهی، رئیس دفتر سابق محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران سخن گفته بود. هیئت نمایندگی ایالات متحده در شورای حکام با انتشار بیانیه‌ای درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت که تهران به جای پاسخ دادن به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی به حرکت در مسیر نادرست ادامه می‌دهد. این بیانیه تأکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان برنامه‌های هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد، آبشارهای سنترفوژهای پیشرفته بیشتری نصب و اورانیوم با غنای بالا تولید می‌کند که هیچ توجیه قابل قبولی برای استفاده صلح‌آمیز ندارد. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که در واقع تولید اورانیوم غنی شده 60% ایران در تضاد با رفتار سایر کشورهای غیر هسته‌ای عضو NPT است. آنتونی بلینکن و دیوید لامی وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه وارد کیف شدند. بلینکن پیش از سفر به اوکراین در لندن گفت که انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تهدیدی برای امنیت کل اروپا است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این گفته‌ها را رد کرد. عراقچی گفت که آمریکا و اروپا یک بار دیگر بر اساس اطلاعات غلط و منطق معیوب عمل کردند و ایران موشک‌های بالستیک به روسیه ارسال نکرده است. او گفت معتادین تحریم باید از خود بپرسند چگونه جمهوری اسلامی قادر است تسلیحات پیچیده بسازد و به ادعای شما بفروشد. تحریم‌ها راه حل نیستند، بلکه بخشی از مشکل هستند. روز جمعه 16 شهریور ماه روزنامه بالستیک جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است. نادر اشبان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 www.hidarilaw.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه West Side Medical به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. نخست وزیر یونان از گسترش برنامه ویزای طلایی این کشور و اضافه شدن امکان سرمایه گذاری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با هدف اخذ اقامت 5 ساله خبر داد. بنابرای گزارش ها این تغییر به عنوان بخشی از استراتژی اقتصادی جدید یونان در 88مین نمایشگاه بین المللی سالونیک اعلام شده است. این تصمیم دولت بدان معنی است که ثروتمندان خارجی می توانند با سرمایه گذاری 250 هزار یورویی بر روی استارتاپ های یونانی مجوز اقامت 5 ساله این کشور را اخذ کنند. با این حال دولت یونان هنوز هیچ جزئیاتی از این برنامه جدید ارائه نکرده است. پری صابری، کارگردان پیشکسوت و سرشناس تئاتر ایران و دارنده نشان شوالیه فرانسه، بعد از چند سال بیماری درگذشت. خانم صابری در کارنامه هنری خود اجرای نمایش‌هایی مانند اسطوره سیاوش، من به باغ ارپان، بیژن و منیژه، شمس پرنده، من از کجا، عشق از کجا، هفت شهر عشق، باغ دلگشا، رند خلوت نشین، یوسف و زلیخا را در کنار شماری از نمایشنامه‌های خارجی از جمله 6 شخصیت در جستجوی نویسنده، کرگدن و آنتینوگونه را روی صحنه برده بود. به نوشته خبر آنلاین، وی آثار بسیاری را برگرفته از اشعار مولانا، فردوسی و داستان‌های اساطیری ایران را روی صحنه برد و از سوی دیگر آثار ارزشمند ادبیات فرانسه را به فارسی ترجمه کرد و به جوانان ایرانی معرفی کرد. بیش از 140 تن بر اثر باران‌های سیل‌آسای ناشی از طوفان یاگی، به ویژه در شمال ویتنام که شاهد سیل‌های عظیم بوده، جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های رسمی ویتنام، رانش زمین در روستایی در استان لاکای جان 22 تن را گرفته و 73 تن دیگر مفقود شدند. 2 روز بعد از عبور طوفان یاگی، ویتنام همچنان با وحشت و خسارات ناشی از این طوفان استوایی دست و پنجه نرم می‌کند. بینندگان هشمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.